منم یاد خداوند بخشاینده و مهربان با عرض سلام وقت بخیر خدمت تمامی شما مخاطبین نهایت عزیز صفحه مجازی فیسبوک شبکه جنرال تلویزیون آریانا و همچنان علاقمندان برنامه رمز زندگی آرزو میکنم در هر گوشی از دنیا که هستین صدمند و سرحال باشین و باز هم امروز با رمز زندگی همراه و هم کلام باشین. امروز در برنامه من تنها نیستم، جناب محترم خانم شکنی مهدوی روانشناس کلینیکی با ما همراه و هم کلام هستن و امروز میخواییم در رابطه با یک موضوع خیلی مهم و عادی جدی صحبت های داشته باشیم. قبل از اینکه موضوع رو بیان کنیم سراغ خانم مدوی میریم. خانم مدوی سلام و خرسند هستم که در برنامه با ما هستی. سلامت باشین، با سلام خدمت شما و همچنین یک سلام خدمت بیننده های عزیز. امیدوار هستم که خوب باشه. بسیار خوشحال و خرسند هستم که مهمانی برنامه هستم. انشاءالله یک سری راز و رمزهای زندگی رو بگیم که برشان مفید باشه. بدون تردید که مفید است. امروز ما در رابطه با البته معیارهای انتخاب همسر صحبت های داریم. بدون تردید انتخاب همسر یکی از مهمترین موضوعات در زندگی هر فرد است و این هم از خود رمز رموزی داره که اگر ما ندانیم خدای ناکرده چشم پاد به اصطلاح مردم عام وارد عمل شیم، ممکن است در آینده افسوس بخوریم و زندگی خوب و خوش نداشته باشیم و خانواده خوبی را تشکیل داده نتانیم. پس امروز شما با ما همراه باشین و بدانیم که کدام نکات در انتخاب همسر، چی خانم هستین چی آقا، یعنی چی دختر خانم هستین چی پسر هستین، باید این نکات رعایت کنین تا یک زندگی خوبی را بتانین برای خودتان رقم بزنین. خب پس وقت ضایع نمی‌سازیم و در نخست برمان نخستین پرسش از خانم مدوی در رابطه با اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده میپرسیم، اما شما هم میتونید که زنگ بزنین تماس بگیرین و پرسش دارین با ما در میان بگذارین. 0700-111-130 و 0700-111-555 دو شماره تماس است که شما رو با برنامه وصل میکنم. همچنان صفحه فیسبوک ما فعال است، میتونید که کامنت بگذارین و نظریات نیکتان رو با ما شریک بسازین. برمیگردیم سراغ خانم مدوی. میروانی خانم مدوی عزیز، بله در مورد در قسمت معیارهای انتخاب همسر میخوایم صحبت بکنم، چون یک چیز خیلی مهم هست، چون نو خانواده تشکیل میشن. اکثر جوانای ما خیلی در امیر راه مبهم هستن، گنگ هستن که چگونه مثلا همسر خود انتخاب بکنن. در قسمت اول میایم که چه اهمیتی داره که ما معیارها را بدانیم، بعد میایم سر هدف از ازدواج چی هست، چرا ما میخوایم ازدواج بکنیم، بعد میایم سر پنج نیاز اساسی صحبت میکنیم که خیلی زیاد مهم است، بعد میایم در قسمت آخر همین معیارهای انتخاب همسر صحبت میکنیم. خب هدف از ازدواج یک چیزی که خیلی از جوانای ما سوال میکنن، میگن که ازدواج سنتی بهتر است یا ازدواج مدرن بهتر است. شما ببینید اکثر کسایی که مثلا ازدواج مدرن همون است که مثلا دختر پسر خودشان انتخاب میکنن، یعنی عاشق میشن، عاشق میشن، علاقمند همدیگر میشن و خودشان انتخاب میکنن و زندگی خودشان شروع میکنن. ازدواج سنتی همون هست که مثلا پسر نمیدونه، دختر نمیفهمه، پدر و مادر به صلاحشان میدونن، به خیرشان میدونن، به اونها چیکار میکنن، برشان یک دختر یک پسر انتخاب میکنن که مثلا اگه تو با ازدواج بکنی بهتر است. خب اکثریت خیلی از جوانان مثلا سوال میکنن که کدامش بهتر است. اگر ببینیم مثلا ما نمیتونیم ضمانت به این بکنیم که اگر مثلا پدر مادر ما انتخاب بکنن ما خوشبخت میشیم و یا اینکه ازدواج موفقی داریم یا اینکه خود ما انتخاب بکنیم او میتونه ازدواج موفق باشه. به خاطر که تحقیقاتی که در استرالیا شدن میگن که تقریبا 64% ازدواج ها به طلاق منجر میشه و اگر ببینید در استرالیا مثلا انتخاب کننده های اصلی که هستن دختر و پسر هستن. و یا مثلا دور نمیریم کشور همسایه ما ایران، مثلا از هر 10 ازدواج 6 ازدواج چی میشه و طلاق منجر میشه. یعنی اگر شما متوجه باشین سرعت طلاق نسبت به سرعت ازدواج بیشتر شده. حالا شما اگر ببینید در ایران هم ازدواج روز برای چی شده میره؟ مدرن شده میره. که البته در کشور ما هم که من یک تحقیق را قبلا خواندم، حالا چقدر نمیفهم که این درست باشه این تحقیقات، اگر ببینیم میگن که اکثریت دخترها عادت تمایل به طلاق دارن. یعنی اگر ببینید زنان خیلی درخواست طلاق زیادتر شده. شما پس ببینید یک سری مشکلات های واقعا زیاد شده در جامعه امروزی که طلاق روز به روز زیاد شده میره. پس خوب هست که ما بیایم یک معیارها رو بفهمیم، بدانیم و با یک اصول درستی پیش بریم. چرا؟ چون که شما اگر ببینید ازدواج ما اگر ما مثل یک درخت مد نظر بگیریم 16 کیفیت هست، 16 عامل است که زندگی ما رو می‌سازه که با کیفیت شوه. ازدواج یک نوع هست. مثلا فرض بکنید داشتن هدف، داشتن شغل، داشتن تحصیلات، مثلا این عامل های زندگی با کیفیت است که ازدواج یک نوع از این باشه. حالا مثلا فرض بکنید که اگر ما ازدواج نکنیم در بعضی از زمینه های زندگی ما هیچ مشکلی پیش نمیه، اما اگر متاسفانه اگر ما ازدواج بد داشته باشیم یا همسری بد انتخاب بکنیم باعث میشن که این تاثیرگذاری در زندگی بعدی ما هم داشته باشه، مثلا در زمینه شغل ما داشته باشه، در زمینه مثلا تحصیلات ما، در زمینه که پس فردا فرزندی به وجود بیاد باعث میشه که از این مشکلات رو به وجود بیاره. مثلا مثل درخت برای چی مد نظر میگیم؟ مثلا فرض بکنید یک درخت ما 16 ریشه داشته باشه، این 16 ریشه‌ش هم چی باشه؟ سالم باشه. این درخت چی میشه؟ رشد میکنه.
اما اگر مثلا درخت ما فرض بکن که 16 ریشه داشته باشه و یک ریشهش مثلا ازدواج باشه و این هم ازدواج بد باشه، یک ازدواج ناموفق، یک ازدواج باشه که مثلا نتونه به صورت سالم پیش بریم، باعث میشه که این یک ریشه دیگر ریشه ها رو چیکار بکنه؟ کم کم از بین ببره و درخت چیکار بکنه؟ خشک بکنه. از همین خاطر خیلی زیاد مهم هست که ما باید یک ازدواج درست داشته باشیم، یک ازدواج خوب داشته باشیم. مثلا دوباره تحقیقاتی که انجام دادن گفتن که تقریبا مثلا کسانی که زنان خوستن که همسران بد داشتن 21 بار بیشتر مریض شدن، یعنی مثلا 21 بار بیشتر مریض شدن. و حتی گفتن کسانی که ازدواج ناموفق داشتن باعث شدن که 7 سال طول عمرشان چی شون؟ کمتر شون. یعنی تحقیقات بوده که در آمریکا صورت گرفته و این انجام داده. و یا مثلا اگر ما ازدواج بدی داشته باشیم و یا یک خانواده خوبی را نتونیم تشکیل بدیم، مثلا فرزندان ما درست روش نمی کنن. مثلا فرض بکن در خانواده ای که همیشه نزاع باشه، خانواده متشنج باشن، هورمون رشد فرزند ما چیکار میشه؟ رشد نمی کنه، بلکه از طریق ادرار چی میشه؟ تخلیه میکنه و دفع میشه. همین خاطر باعث میشه که حتی فرزندان ما به صورت درست رشد نکنن. پس خیلی مهم هست به نظر من وقتی که ما یک مثلا یک دختری که یک پسر قصد ازدواج داریم میخواییم که عروسی بکنیم، باید معیارها رو از قبل بدانیم. خیلی از دخترها، خیلی از پسرها مثلا یک نفر مثلا همینطوری رد میکنن، بعد میان در خلوتشون احساس ناراحتی میکنن، خصوصا دخترهای ما که مثلا میکنیم. خب من میگم که خب هدف از ازدواج چی هست؟ تو چی معیارهای مد نظر گرفتی؟ تو مثلا چی باعث شد که مثلا پسر رو رد کردی؟ میگه نمیفهم. یعنی واقعا خودش نمیدونه که از زندگی آینده خود، از همسر آینده خود، یا اینکه میخواد چه معیارهایی رو که میخواد انتخاب بکنه، بعد از او بیای تصمیم بگیره. همینطور مثلا او رو رد میکنه و بعد میاد در خلوت خود یک سری مشکلاتی یا قبول میکنن، برعکس قبول میکنن، بعد یک سری مشکلاتی به وجود میاد. پس خوب هست که ما بدانیم که چقدر این معیارها مهم هست و چه چیزی واقعا در زندگی آینده خود میخوایم باید برسیم. بسیار خوب، امید است که تمام دختر خانم ها و پسرهایی که بیننده برنامه ما هستن این موضوعات درک کنن تا که یک زندگی خوبی داشته باشن. پیام های زیادی هم در برنامه دریافت کردیم، یک مرور میکنیم پیام ها را، بعدن بازم سراغ صحبت های خانم مدوی خود رفتیم. برادر ما احسان جان محمدی گفتن سلام، تشکر، زنده باشین. بیننده بعدی ما هم گفتن تشکر از برنامه تان، خوبی، زنده باشین. گلبدین جان هم سلام تقدیم کردن. محمود جان هم گفتن سلام علیکم، دوستان بخیر، تشکر، زنده باشین. لیلا جان هم گفتن سلام، صبحتان بخیر عزیزان، تشکر، صبح نیست، چاشت از در افغانستان. بیننده بعدی ما هم گفتن یوسف جان هستن، سلام تقدیم کردن. کمال جان هم سلام تقدیم کردن. بیننده بعدی ما آقای افغان هم سلام تقدیم کردن. همچنان بیننده بعدی ما گفتن اگر سلام و احترامات، اگر ازدواج نکنی چی میشه؟ البته آقای افغان هستن. و گلبدین جان هم گفتن سلام. فایق جان هم گفتن درود بانون، تشکر. بسم الله جان هم گفتن سلام، روز زیبایتان بخیر، تشکر. بیننده بعدی ما گفتن very nice thanks، تشکر از شما هم تشکر میکنیم. اسدالله مرادی هم سلام تقدیم کردن. حامد جان هم سلام تقدیم کردن. آقای افغان، جبار افغان همچنان سلام گفتن. بیننده بعدی ما گفتن هیچ وقت نامزد نمیشم، چرا خدا به جنجال بندازم؟ البته آقای افغان هستن. مجیب جان هم گفتن تشکر. و همچنان بیننده بعدی ما آقای هاشم قادری گفتن سلامونه، تشکر. سلامای ما هم البته پذیرا شوین. آقای بیننده بعدی ما گفتن من هم شما را از انقره تماشا میکنم، پروگرام مالی و آموزنده است، اوقات خوش برایتان آرزومند هستم. نامتان نوشته کنید چون نام پروفایل متفاوت میباشه، نمیتونم به نام خودتان نامتان در اخیر پیام بفرستین. بیننده بعدی ما آقای متیولا گفتن سلام، ازدواج کردن در زیر نظر مادر و پدر باشد هیچ عنوان به طلاق نمیرسد. دقیقا با صحبت خانم مدوی همسان است نظر شما. احمد جانم گفتن که از مکه مکرمه شریفه برایتان سلام تقدیم میکنم، دوستان بخیر، تشکر. فایق جانم گفتن ازدواج برای دمی زندگی است، تشکر، زنده باشین. سید عزیز روشن زاده هم گفتن سلام بر دوی تا خانم های وطن عزیزمان، ظهرتان بخیر، تشکر، زنده باشین. آقای عزیزی هم گفتن با عرض سلام، برنامه شما واقعا برنامه عالی است، تشکر، زنده باشین. آقای محمد هم سلام تقدیم کردن. آقای سید عزیز روشن باز هم یک تصویر فرستادن که تشکر میکنم از ایشان. آقای حبیبی هم گفتن سلام، خوب هستین. فضل رحمان شیرین سخن هم سلام تقدیم کردن.
امیر محمد رحمانی همچنان سلام تقدیم کردن، علی افغان هم سلام گفتن، میرویس جان نوری گفتن سلام و عرض ادب خدمت شما، بیننده تلویزیون آریانا تشکر، بیننده بعدی ما هم گفتن سلام و درود بر شما عزیزان گرداننده برنامه و همچنان مهمان ویژه‌تان و همچنان به تمام عزیزان برنامه تشکر. پیام‌های زیاد در برنامه دریافت کردیم، بازم پیام‌های شما رو در فرصت بعدی خواهد خواندم. شما هم می‌تونید پیام بفرستین، پرسشی که در رابطه با معیارهای انتخاب امسر دارین با ما در میان بگذارید. منتظر تماس ها هم هستیم، می‌تونید شما هم امیل از تماس بگیرید 0713130 و 0713555 در ارتباطی است که شما را وصل می‌سازه با آواز شما و مشکلاتتون با ما می‌رسونه و خانم مدری هم برایتون توصیه های خوب خواهد داشت، مخصوصا کسانی که قرار است نامزد شوند و یا تصمیم دارن یا هم کسایی که عاشق هستن و معیارهایی که باید لازم باشه بدانن که آیا اون معیارها را شخص داره نداره، پس میتونن در برنامه امروز با ما تماس بگیرن و مشکلات خود را بازگو کنن. باز هم برمیگردیم تا تماسی از شما داشته باشیم و یا هم پیامی داشته باشیم. سراغ خانم مدعی در رابطه با اینکه وقتی که ما تصمیم به ازدواج میگیریم کدام معیار را در نظر بگیریم، اول از چی فکر کنیم و چگونه فکر کنیم؟ چون قبلا شما گفتین بعضی وقتی که حتی قرار است نامزد شون یا هم کس را رد میکنن هیچ دلیلی بر رد کردن یا هم به قبول کردنش نداره، چگونه این دلیل از کدام زمان در مغز خود پرورش بدیم؟ اما قبل از اون تماس داریم، بیننده ری خط است. بله بفرمایید، سلام با شما، وقتتون بخیر. سلام برسن تو جان، بخیر هستین؟ تشکر، زنده باشین، شما خوب هستین برادر؟ میره بانی سلام برسن. ببخشین این موضوع برنامه تان امروز خیلی موضوع خوب است. تشکر از برنامه تان اول. تشکر. و یک سوال داشتم، میشه که مطرح کنم برتان؟ بله چرا نمیشه سوالتان مطرح کنین، بفرمایید. ببخشین امی مسئله همتر همسریابی، این کدام معیارها را مد نظر بگیرن که امتر چون یکی از بخش اساسی تمام زندگی یا تمام عمر می باشه که کدام نقاط دقت کنن که یک امتر خوب بیافن و تا آخر همراهشان باشه با وفا؟ خب درست از برتر خانم مدعی میگن که چی کنید که یک امتر خوب بیافن؟ خب با اوی ازی کدام معیارها را مد نظر بگیرن یا کدام نقاط مد نظر بگیرن که یک امتر خوب و با وفا بگیرن؟ خب درست است، اطمان چرانی به شما. خانم مدعی پرسش دارین از برادر ما موضوع رو میخواییم پرسن؟ تشکر برادر عزیز. خانم مدعی بر شما میگن که شما چیگون تشکر از شما هم برادر عزیز که چی بکنین تا یک همسر ایدئال و مناسبت آلتان برتان پیدا کنین. خب خانم مدعی چه قسم بیافن؟ بله موضوع اصلی بحث ما همدمی هست که معیار انتخاب همسر هست، اما قبل از اینکه در مورد معیارها صحبت بکنیم، چون یک سری تفکرات نادرست ما در مورد ازدواج و یا همسر خود داریم که این هرچقدر که ما معیارها را بدانیم ولی تفکرات نادرست اگر ما مثلا در ذهن خود یا نگرش خود یا تصور خود را اگر اصلاح نکنیم باعث میشه که بعدها خیلی از دچار جنجال شویم و یا اینکه به قول دوست ما وفادار نباشه و یا احساس کنیم که تعهد نداره در زندگی خود مثلا آینده خود و منجر به طلاق و جدایی شوه. هدف از ازدواج پیشر که یک از دوستای گفتن، ما پیشر همین رو گفتیم ما نمیتونیم تضمین بکنیم که ازدواج سنتی بهتر است و یا اینکه ازدواج مدرن بهتر است، اینو ما نمیتونیم بگیم، ولی مهم این است که ما چطور با چه شخصی و یا با چه کیفیتی می‌خوایم ازدواج بکنیم. این باعث میشه که تضمین بکنه که ازدواج مدرن بهتر است و یا اینکه سنتی بهتر است. یک تصور غلطی که همه انسان‌ها و یا افراد دارن، میگه ما به خاطر از این ازدواج می‌کنم که فلانی رو می‌خوایم خوشبخت بکنم. بله. یا مثلا ما می‌خوایم ازدواج بکنم که نیازهای فلانی رو می‌خوایم چیکار بکنم برآورده بکنیم. این یک تفکر واقعا غلط است، یک تفکر واقعا اشتباه است که ما می‌خوایم ازدواج بکنیم چون دیگری را بخوایم چیکار بکنیم خوشبخت بکنیم. شما اکثریت اگر ببینیم میگه من می‌خوام با تو ازدواج بکنم تا تو رو خوشبخت بکنم. بله. یه اصلا یک تصور غلط است، ما نباید مثلا این را قبول بکنیم و یا میتونیم بگیم که یک وعده چی است، خوشایند است. بله. یک وعده خوشایند است که به ما داده میشه. بله چون که اگر ما می‌خوایم ازدواج بکنیم به این هدف است که چون ازدواج هم مانند هر کار دیگه چی است، یک رفتار است. یک کار هست و هر رفتار و هر کاری که ما انجام میدیم چیکار داره، یک هدفی رو دنبال خود داره. هدف از ازدواج کردن هم رفع نیازهای چی است، خودمان هست، نه اینکه مثلا من بخوام ازدواج بکنم تا نیاز طرف مقابل رو بخوام که رفع بسازم. پس این تصور و یا این مفکوره نداشته باشیم، چون که در کل میتونیم بگیم که انسان ها 5 نیاز اساسی دارن. بله. که نیاز اولشان همون نیاز به زنده ماندن است، نیاز به بقا هست و از لحاظ معنوی و یا از لحاظ روانی اگر بگیم، ما ازدواج میکنیم به این خاطر که تولید چی داشته باشیم، نسل داشته باشیم. یعنی مثلا نسل ما در کره خاکی باعث شود که جاودانه باقی بمانه از خاطر. و یک نیاز دیگه نیاز چی است، دوست داشتن، احساس دوست داشتن و اینکه مثلا ما همدیگر دوست داشته باشیم. شما اگر ببینید تعلق خاطر هست در ازدواج، نیاز اساسی ما به خاطر چی است، به خاطر اینکه ما همدیگر باید دوست داشته باشیم، احساس علاقه هست،
اساس مثلا محبت هست. اکثریت که خیلی از جوانای ما سوال میکنن که آیا عشق و علاقه در زندگی مهم هست یا نه. مثلا خیلی از جوانا مثلا سوالایی که میکردن میگفتن که زمانی که ما میخوایم در شرف ازدواج هستیم و یا اینکه نامزد میخوایم شویم، عشق و علاقه اولیه مهم هست یا نه، یا اینکه نه مثلا من فلانی رو دوست ندارم در وسط زندگی، در آخرای زندگی کم کم عشق به وجود میاد یا خیر. مثلا که بعضی فامیلا میگن اول نامزد شین بعدا دیگه محبت خودش ایجاد میشه، بعد از عروسی طفل پیدا کنین این موارد. بله مثلا علاقه به وجود میاد در که اشتباه هست. عشق و علاقه اولیه خیلی زیاد مهم هست. نه مثلا ما دنبال از این نیستیم که بگیم که عشق آتشین. شاید مثلا اکثریت هستن که عشق آتشین به هم دیگه دارن یا عشق آذرخشین به هم دیگه دارن، خیلی مثلا شدید هم دیگه رو میخواین. عشق و علاقه صرفا میتونیم بگیم که سطح تحمل ما نسبت به سختی ها چیکار میکنه، بیشتر میکنه، ولی نیاز ما رو رفع نمیسازه. مثلا یک دختر میگه که من واقعا یک پسری هست که مثلا شغل نداره، پسری هست که درآمد نداره، پسری هست که تحصیلات نداره، ولی یک دختر مثلا عاشق از چی میشه؟ پسر میشه. میگه که هیچ مشکلی نیست، اگر مثلا یک پسر بخوای من در زیر خیمه هم میتونم زندگی بکنم همراهش، اصلا هر چیزی که پسر بگه من قبول دارم. درسته علاقه اولیه باعث میشه که سطح تحمل ما نسبت به سختی ها بلند ببره، ولی نیاز ما رو رفع نمیسازه. مثلا فرض بکنید امی دختری که مثلا عاشق امی پسر شده که هیچ چیزی نداره، نه شغل و نه درآمد داره، هیچ چیزی نداره، خب کم کم یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز تحمل میکنه، ولی نیاز به یک داره که مثلا میگه که شاید یک زمان خود دختر بگه من نیاز دارم که غذا بخورم، نیاز دارم که زنده بمونم، نیاز دارم به پوشاک دارم، و این باعث میشه که کم کم چیکار شون زندگیشون دچار مشکل شون. پس عشق و علاقه اولیه که باعث شون که زندگی ما سطح تحمل ما نسبت به سختی ها مثلا خصوصا که اوایل زندگی هستیم یک سری مشکلات برای ما با وجود میاد، این سطح تحمل ما رو بیشتر میکنه، ولی اینکه نیازهای ما رو رفع بسازه این نیازهای ما رو رفع نمیسازه. و سومین چیز نیازی که خیلی زیاد مهم هست، نیاز به رشد و پیشرفت است. امروز مثلا بازم یک مثالی که میزنیم، مثلا فرض بکنید یک دختری که عاشق یک پسر بشه، پسر او را محدود میکنه، مثلا میگه که تو قبل بعد از این دیگه دوست مثلا حق نداره که درس بخونی، حق نداره نیفا ماستری تو بگیری، حق نداره تو وظیفه داشته باشی. شاید در قدم اول چون دختر عاشقش است، دختر چون دوست داره، یک سری صحبت هایی رو چیکار بکنه در قدم اول قبول بکنه، اما یک ماه، دو ماه، یک سال، سه سال که بگذره چون نیاز به پیشرفت داره، نیاز داره که مثلا رشد بکنه، پیشرفت بکنه، دختر هم کم کم چیکار میشه؟ احساس دل سرد میشه. خب حالا ما دیگه صحبت شما با گل مبدل شد، بینندگی خط هستن و پرسجرن. بله بفرمایید. سلام و وقتتون بخیر. بله سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستین؟ صحت مند بفرمایید. تشکر. ما آرزو کردیم یک فرزند هم دارم، اما آرزو این وفات فامیلم بوده، اما فعلا کسی خوش نیستم باشم دعوای میشه دست. خب سر چی موضوع دعوا میکنیم برادر عزیز؟ خب گپای یادی گای وقت ما میگن که شما کجا میباشی، نا وقت چرا میشه این چیزا، چا دعوای ما میشه، چا خسته شد. خب خانم من پرسش دارین؟ از اینکه شما ناوقت شب میرین آیا خودتان هم احساس راحتی میکنین، و یا اینکه زیادتر بحثتان سر ناوقت شب رفتن است، یا کلا بعضی از عادت های مخربی که در زندگیتان وجود داره؟ خب اما تو بعضی ها مثالش طفلم هم که بگوین زیادتر یادش میاد که وگب پدرت نکو این چیزا. خب شما چرا ناوقت میرین برادر عزیز؟ وظیفتان بگونی است که باید ناوقت برین یا مطور وقت خود در بیرون سپری میکنین؟ نخیر خوب مشکلات میشه اگر میذارم یه نو وقت میشه را بندی است که خود دارم میفهمم دیگه این تو گپور میشه بانگیری میکنه زیاد دوام. خب میپرسین چیز خانم علوی؟ برتون مشوره میکنم. تشکر از تماسم، وقت خوش، خدا نگهدار. خب خانم مدنی، بله خب مشکل برادر ما خوب واضح هست که اینکه از اینکه ناوقت میرن. خب در قدم اول این نگرش برادر ما دارن که چون ازدواج ما به خواست پدر و مادر ما بوده ما راضی نیستیم. خب با این مفکوره وارد زندگی شدن، چرا؟ چون که با هم دیگه شاید تفاهم نداشتن، و بعد از اینکه تفاهم نداشته باشه ما عشق اولیه و یا علاقمندی اولیه رو نداشتن، و باعث شدن که بعضی از سختی ها و یا مشکلاتی که در اول زندگی به وجود اومده نتونستن که تحمل بکنن، و بعد که وارد زندگی شدن یک سری رفتارها و یک سری مشکلات به وجود اومدن، خصوصا اینکه مثلا مردهایی که همدیگه رو مقایسه میکنن، مردهایی که مثلا و یا زن هایی که ما میتونیم بگیم یک سری مشکلات هایی که به وجود میاد، و این عادت مخرب تبدیل میشه به یک سری اعمال و یا رفتار روزانه ایشان. حالا مثلا در این وسط یک طفل هم وجود داره، طفل هم وجود داره، و این طفل هم که
ایشان هم میگفتن که بر طفل ما یاد میتن که حرفای پدرت رو گوش نکنین. خب یک سری جنجال های در زندگیشان واقعا پیش آمدن. خب ببینن که اول اینکه ما چون نمیشه که زود قضاوت کرد با صحبت های خیلی کوتاه اینا ما بتونیم قضاوت بکنیم که مشکل از همسرشان است یا مشکل از خودشان است یا مشکل از پدر مادرشان است که اونا انتخاب کردن، باید به یک روانشناس مراجعه بکنن. چرا؟ چون که اینا تقریبا میتونیم بگیم که اما علاقه و یا حس خوشایندی که نسبت به همدیگر داره او را چیکار کردن؟ از دست دادن، از بین رفتن. و اینا باعث شدن که بیشتر ببینن که مشکلاتشان در چه قسمت هست. در یک نوخ رفتن فکر نکنه مشکلات قدر حاد شدن. و یک چیزی که خیلی مهم هستن، دعوا و یا اینکه مشاجرات در زندگی زناشویی وجود دارن. مهم دعوا کردن نیست. چرا؟ چون که اختلاف نظر بین زن و مرد وجود داره. هر زن و مردی وقتی که وارد زندگی میشه، چون چرا از لحاظ جنسیتی یا از لحاظ تفاوت فرهنگی، از لحاظ تفاوت نگرش، یک سری مشکلات و یک سری اختلافات نظر به وجود میاد. دعوا کردن مهم نیست، روش دعوا کردن مهم است. اگر مثلا ما یک روش دعوایی که مثلا محترمانه باشه، دعوایی که مثلا احترام همدیگر حفظ بکنن، مثلا دعوایی که دیگه اینطوری نباشه که 10 سال پیش مادر اینطوری گفت حالا ما می‌خوایم دوباره، یعنی پرونده‌ای که مثلا دیروز سه روز یک ماه قبل یک اتفاق افتاده دوباره او کیناهای گذشته رو چیکار می‌کنن؟ باز می‌کنن. اینا باعث میشن که مشکلاتشون چی شون؟ حادتر شون، مشکلاتشون بیشتر شون. از اون خاطر روش دعوا کردن خیلی مهم هست. باید مثلا وقتی که دعوا می‌کنن و یا یک مشکلی که در زندگیشون به وجود میاد، مسئله رو به صورت خیلی محترمانه، بسیار به دوستانه، بسیار با حالت صمیمانه چیکار بکنن؟ اینا حل بکنن. حالا ببینن که مشکلاتشون واقعا در چی هست. در یک مثلا نو وقت شب رفتن قدر مشکل حاد نمیشه که اینا مثلا علاقهشان کمتر شد و زندگیشان مثلا روز به روز سرتر شد، ببینن که مشکلشان واقعا ریشه مشکلشان در کجا هست، اینا کم کم حل بکنن. اگر واقعا ببینن که در قدم آخر میبینن که مثلا نمیتونن سازش بکنن، بعد با یک مشاور مثلا یک روانشناس مراجعه بکنن، ببینن که در آخر چه نتیجه میتونن که از زندگی همین مشترک خود داشته باشن. تشکر. با امید از اینکه برادر ما بگونه یک خانم ادبی مشوره دادن وارد عمل شون تا مشکلات زندگیشون حل شه. پیام های زیادی دریافت کردیم. میرو جان نوری هم گفتن سلام ورز ادب خدمت شما و بینندگان تلویزیونتون تشکر، زنده باشین. رفیق جان هم گفتن سلام و درود بر شما زن گردانده برنامه، همچنان میمان ویژه و یک سلام هم به بیننده های برنامه گفتن. بیننده بعدی ما هم آقای نصیر هستن، گفتن سلام، سلام های سیمانی خود را از اتریش تقدیم شما خوبان میکنم، تشکر از برنامه زیبایتان. نصیر احمد رفایی هستم. تشکر نصیر احمد جان ازی که بیننده برنامه ما هستید. آریان جان همچنان سلام تقدیم کردن، گفتن امید که همه لباس و عافیت بر تن داشته باشه. تشکر، با امید ازی که شما هم صحتمند باشین ان شاء الله. بیننده بعدی ما گفتن سلام، از ترکیه تقدیم میکنم، گل محمد هستم. تشکر گل محمد جان ازی که بیننده برنامه ما هستین. بیننده برنامه ما هم گفتن سلام، تشکر از شما. ابر آقای میبرایمی هستن. و بیننده بعدی ما فهیم جان هم سلام تقدیم کردن. عبید الله قبادی هم گفتن سلام خوبین، تشکر، زنده باشین. محمد الله افغان هم سلام تقدیم کرده. و بیننده بعدی ما هم عبدالغفار حقیار گفتن بسیار یک برنامه خوب و جالب، تشکر از حسن نظرتان. و همچنان بیننده بعدی ما آقای جمال جان هستن، گفتن انتخاب همسر یکی از مهمترین انتخاب ها در طول زندگی هر فرد است و کسانی که بتوانند شریک زندگی خود را به خوبی انتخاب کنند، سرنوشت و آینده خوبی خواهند داشت. بدون تردید این موضوع دقیق است. آقای امیدالله رحمانی گفتن سلام و عرض ادب خدمت شما بیننده های آریانا، تشکر، زنده باشین. مجیب جان هم سلام تقدیم کردن. بیننده بعدی ما وفی جان گفتن در کشور از ما از ازدواج به گونه استفاده نمی شود و هر کس به گونه رسم و رسومات قوم خود استفاده می کند. بدون تردید ما مشکلات را داریم. آقای نوری گفتن سلام خواهر جان، تشکر، زنده باشین. حکیم جان هم گفتن سپاس از برنامه خوبتان. بیننده بعدی ما هم گفتن آیا آقایان چطور همسر خود را انتخاب کنن؟ آقای کریمی یعنی جمال کریمی هستن که خانم ادبی من پاسخ میگن سوال شما را. و بیننده بعدی ما هم آقای سعادت هستن، سلام به شما و مهمان شما. من یک بچه خوب هستم اما در کشور ما یک مشکل است که همسر پیدا نمیشه، از کجا پیدا کنیم؟ قیامت شده. خب به هر صورت آقای جمال جان کریمی بازم گفتن معیارهای اصلی برای انتخاب همسر چی هست؟ و گفتن درود، معیارهای اصلی برای انتخاب همسر چی است؟ برتون پاسخ میگیم. من چرانی فایق جانم گفتن این رواج خواستگاری باید از بین برده شود، چون این رابطه میان امین دو شخص میباشد که با معرفی شدن با یکدیگر یک زندگی بی سر و صدا و آرامش کامل زندگی کنند. تشکر، زنده باشین. پیام های دیگری هم هست. بین خانم مدیو یکی یکی پاسخ بگیم که سوالات بیننده ما باقی نمانه. در رابطه با سوال برادر ما که میارهای انتخاب همسر کدام میار است، اما قبل از او تماس داریم، شما هم پیام هایتان رو بگذارید، پیام های شما رو هم جواب میگیم. بله بفرمایید. سلام به شما، وقتتان بخیر. بله سلام علیکم. سلام خواهر عزیز، خوب هستین؟ صحتمند؟ چیال دارین؟ بفرمایید.
من یک سوال داشتم به خاطر انتخاب همسر. اکثریت دخترایی هستند که یعنی سنای بسیار بلند دارند و خود ما قرار است که دیگه به مو سن 35 36 برسم، اما تو هنوز نتونستیم یک همسر درست انتخاب کنم به خاطر از اینکه اکثریت میاره به خاطر از اینکه پولدار باشن یا هم تحصیلات بالا داشته باشن انتخاب میکنن، اما مشکل من این است که یعنی همسری که ما انتخاب میکنیم اکثریت میبینم که به انتخاب خود گرفته، مثلا پول هم داره تحصیل هم داره، اما بازم در زندگیشون کشمکش های زیاده هست. یعنی چگونه بتونیم که یک همسر انتخاب بکنیم که پسان پشیمان نشیم؟ خب شما چی میار دارین به نظرتان؟ یعنی میارایی که شما فکر کردین کدام میاره است؟ خب درجه تحصیل، طرز فکر، اما باز هم کسایی که ما فکر میکنیم که کسایی تحصیل کرده هستن اونا طرز فکر بسیار خوب دارن، اما حال در جامعه ما کسایی که تحصیل هم دارن طرز فکر درست ندارن. یعنی چگونه میتونیم یک آدم معیاری انتخاب بکنیم با وجودی که تحصیل هم داره طرز فکر درست نداره؟ پس مشکل چه حل بکنیم؟ بله خانم ادیبی، شما میتونید گفتشون داشته باشید. شما سطح تحصیلات شما چقدر هست؟ بله سطح تحصیلات شما درجه لسانس. یعنی فقط در بخش تحصیلاتشان مشکل دارین یا بخش دیگه ای نه؟ مثلا وقتی خواستین که همسری را انتخاب بکنین در مول لحظه ای صحبت کردین، با چی چیزایی مثلا به توافق نرسیدین شما؟ مثلا اکثریت تحصیل کرده هست نمیخواین که خانم‌ها کار بکنن، یا هم با طرز پوششان کسی که حجاب دوست داره او را میگه که تو این کار نکن، مثلا با قسمی که من خوش دارم بگرد، یا کسی که خوش نداره بالای از او میقبولونه. یعنی قسم هست که به هر نحوه میخواید یعنی آقای بالای سر تعیین شوه، نخو نکو نرو نگو، یعنی فکر نمیکنه که امو جانب مقابلش هم که هست یعنی حق انتخاب داره. کوشش میکنه زمانی که مثلا وقت وارد رابطه میشه تمام کنترل به دست خود بگیره، جانب مقابل هیچ سهمی نداشته باشه، به یک نحوه زیر تحت فرمان باشه. بله خب تشکر از شما خواهر عزیز برتن خانم مدعی، مشوره لازم خواهد داد تا شما هم مشکل تنل شد و بتانین تصمیم بگیرین و بالاخره ازدواج کنین، چون وقتش هم فرارسه. تشکر، زنده باشین، وقت خوش، خدا نگهدار. خدافظ شما. خب خانم مدعی، خب ما واقعا به این دختر خانم حق میدیم، چرا؟ چون که در افغانستان یه چیزی هست که آزادی های دختر نسبتا خیلی محدود میشه. شما اگر ببینید یک نیازی که همطور که قبلا ما هم اشاره میکردیم، میخواستم در مورد نیازهای اساسی انسان ها صحبت بکنم، چرا؟ چون که این نیازهایی نیست که ما خود ما به وجود آوردیم، این نیازهایی است که ما متولد شدیم. مثلا یک از نیازها نیاز آزادی هست. شما اکثر میبینید که این نیازها رو باعث میشن که ما را مثلا خیلی از مردها همسر آینده خدا و یا دختر خانم های آینده را که میخوان قصد ازدواج دارن محدود میکنن. مثلا فلان جای تو نباید بری، فلان چیزی که من میگم تو باید بپوشی، یعنی به خواست ما باید مثلا این کار انجام بدین و واقعا سخت است. مثلا من که واقعا آزادی میخوام، من که مثلا با آزادی متولد شدم، خلق شدم، خیلی سخت است که من شاید یک بار دو بار مثلا یک ماه دو ماه بتونم که این آزادی خودم محدود بکنم ولی تحمل بکنم. ولی واقعا شاید یک دختری واقعا دوست داره که پیشرفت بکنه، واقعا یک دختری دوست داره که مثلا رشد بکنه، این آزادی رو از این مردشان چیکار میکنن؟ میگیرن. و حالا حرف توجهی من مثلا بیشتر صحبت های من برای مردها هست که نباید مثلا خانم های آینده خود نباید زیاد محدود بکنن، باید بزنن که مو آزادی که دارن داشته باشن. درسته یک سری آزادی ها محدود میشن، ما اینو نمیتونیم بگیم که مثلا آزادی که ما در دوران مجردی داشتیم، او آزادی که ما وقتی زندگی مشترک خود شروع میکنیم محدود میشه. مثلا فرض بکنید یک پسری که قبلا مثلا 4 شب در خانه نبوده، یک شب مثلا فرض بکنه که می‌خواد به تنهایی خود فیلم تماشا بکنه، یک شب دیگر با دوستان خود بوده، خب این چه وقتی داره که برای مثلا همسر خود بگذاره؟ خب ولی یک سری آزادی‌های ما محدود میشن. مثلا قبلا اگر من مثلا 4 شب در خانه نبودم، بیرون بودم، حالا باید مثلا من یک شب باشم حداقل، بعد باید یک سری وقت‌های خود چیکار بکنم؟ با همسر خود بگذرونم. یک سری آزادی‌های ما محدود میشه، اینو ما باید مد نظر بگیریم. ولی یک سری مثلا چیزهایی هست که ما خود ما رو چیکار می‌کنیم؟ محدود می‌کنیم برای طرف مقابل خود و نمیگذاریم که رشد و پیشرفت بکنه. و یک مشکلی که مثلا خواهر ما داره، فکر بکنم شاید یک کمی میتونم بگم که فوبیای تصمیم گیری دارن، یعنی نمیتونن که تصمیم بگیرن. و یک مشکل دیگه ای که اکثر دختر خانم های ما که دارن، مثلا فرض بکنید یک دختر خانمی که مثلا در سن 13 سالگی هست، در سن نوجوانی هست، در سن 11 سالگی هست، مثلا یک سریال عاشقانه رو میبینه، یک سریال مثلا میبینه که مرد زن قربون صدقه خود میرن، همدیگر میبوسن، عاشق خود میشن، و یا مثلا یک کتاب رمانتیک میخوانن، یک کتاب عاشقانه رو میخوانن. بعد چیکار میکنن؟ دختر کم کم اونمو مثلا یک مردی را، یک شاهزاده ای را در ذهن خود چیکار میکنه؟ تصور میکنه. وقتی مثلا با یک مردی که روبرو میشه، وقتی که اونمو خصوصیاتی که میبینه، فکر میکنه که اینم مردی که مرد چیم هست، رویاهایم هست. یا مثلا اکثریت دخترها چیکار میکنن؟ یک سری زندگی ایده‌آل در ذهن خود ترسیم میکنن، در ذهن خود تصور
تصور میکنن. چون چرا؟ چون که اگر ببینیم از لحاظ تفاوتی اگر ببینیم زنها و یا دخترها خیلی چی هستن؟ خیال پرداز هستن نسبت به مردها. مثلا یک زندگی ایدئال همیشه در ذهن خود چیکار میکنن؟ اینا رو در ذهن خود تصور میکنن. بعد میان وارد زندگی میشن، وارد عمل میشن، بعد میبینه که اصلا اون چیزی که تصور میکرده، اون چیزی که مثلا فکر میکرده در زندگی خود همیشه میگذرانده، وقتی که در مرد زندگی خود میبینه که اصلا خیلی متفاوت است. ما باید همیشه بله مشکل از همینجا آغاز میشه. ما اینو همیشه مثلا همه دختر خانم ها رو میگم که مد نظر داشته باشیم، اون چیزی که ما در ذهن خود تصور میکنیم، در خیالات خود میپردازیم، اون چیزی که در واقعیت مد نظر میگیریم خیلی تفاوت ها داره. حداقل ما باید 5 ماه الی 6 ماه به مو مرد زندگی خود فرصت بدیم. چرا؟ چون که شاید مرد ما توانایی رو نداشته باشه که مثلا مو شاید من یک سری آرزوهایی در ذهن خود داشتم، یک سری تصوراتی داشته باشم، یک سری خیال پردازی داشته باشم. باید بیم حداقل ببینیم که واقعیت زندگی ما چی هست. آیا همین مرد ما همین مثلا توانایی رو داره؟ همین مثلا کارم در حدش هست، در حد توانش هست که انجام بده؟ از همینجا هست که مشکلات به وجود میاد. مثلا خیلی از شما از مردها که سوال بکنی یا از دخترها مثلا سوال بکنی، چون دخترها وقتی که مثلا مردها ازدواج برای یک مرد یک کار هست، میگه مثلا وقتی که یک مرد که ازدواج کرد میگه خب این ازدواجم خلاص شد، رفت، کار بعدیم چی هست؟ من دنبال کار دیگه خود بگردم. مثلا میگن مثلا از مردا که سوال بکنی میگه که از زندگی راضی هستی؟ میگه الحمدلله خوب از زندگی. ولی وقتی که از دخترها که سوال بکنی میگه زندگی چطور است؟ خوب است دیگه، اون چیزی که من تصور میکردم نیست. شما اکثریت مثلا از دختر خانم ها که سوال شوه بحثشون همین هست. چرا؟ چون که همیشه با همو تصورات و خیالات ذهنی خود زندگی میکنن و باعث میشه که واقعیت ها رو چیکار بکنن؟ کلا از بین ببرن. از همین خاطر بعدا میگن که این مرد ایدئال من نیست، این مرد زندگی من نیست، این مثلا من نمیتونه که خواسته های مرا برآورده بکنه، نمیتونه که انتظارات مرا برآورده بکنه. از همونجا باعث میشن که یک سری جنجال ها، یک سری مشکلات بین مرد و زن به وجود بیاد و یک سری عادت های مخرب در زندگیشون به وجود بیاد. وقتی که این عادت ها تبدیل به رفتار شد، خیلی سخت است که رفتارها رو چیکار بکنن، کم کم از بین ببرن. پس ما کوشش بکنیم که بین تصور، بین واقعیت یکمک چیکار بکنیم، یک حد مرزی را داشته باشیم، تعیین بکنیم و فکر نکنیم که هر مردی بتونه که آرزوها و خواسته های ما رو چیکار بکنه، برآورده بکنه. و از دنیای فیلم سریال ده که باید کاملا بیرون شیم. بله، مثلا این خواهر ما میگفتن چرا؟ چون که من میترسم یک مرد تحصیل کرده رو بگیرم، از کجا معلوم که روشن فکر باشه؟ همیشه معیار این نیست که مثلا شعور به تحصیلات نیستن، میگن که به سطح تحصیلات. شاید یک مرد واقعا بی سواد باشه، خیلی از مثلا شعور مثلا ازدواج داشته باشه، اخلاقیات ازدواج بدانه، ولی یک مردی که واقعا روشن فکر باشه، تحصیل کرده باشه، این مثلا این شعور ازدواج و یا مثلا این اخلاقیات ازدواج نداشته باشه. پس به نظر من اینقدر سخت نگیرن، اینقدر ایدئال نباشن. مثلا یک چیزی که خیلی زیاد اکثر دخترای ما هستن، خیلی ایدئال هستن، مثلا میخوان که یک زندگی ایدئال داشته باشن. هر چیزی کم کم به صورت آهسته به وجود میاد. ما نمیتونیم که در یک سال اول زندگی همه چیزها رو به وجود بیاریم. مثلا خیلی از مثلا امکان بسازیم، به زندگی رو کم کم باید ما کوشش بکنیم که بسازیم. و همیشه اینطور نیست که همسر آینده ما بسازه. ما همیشه خود فراموش میکنیم و فکر میکنیم که همیشه طرف مقابل ما مشکل داره و یا کمبود داره. بریم یکمک ما هم بازو بتیم، یکمک ما هم شانه بتیم در همسر آینده خود و بتونیم که این زندگی اداره بسازیم. آها، با امید از اینکه تمام دختر خانم هایی که مخاطب ما بودن شنیده باشن، تعداد زیادی از بینندگان ما هم ناراض و شاکی هستن که شما با پیام ها پاسخ نمیگین. ما تماس هایی داریم و پیام های شما را همچنان پاسخ میگیم و اکثر بیننده های ما همین سوال را داشتن که کدام میار برای انتخاب سر مهم است، هم در آقایان و هم در خانم ها. پس بین خانم مدیری به این پرسش پاسخ میگیم که گله مخاطبین ما از طریق صفحه فیسبوک همچنان حل شود. خب 4 چیز ازدواج 4 ستون اصلی داره. یعنی مثلا فرض بکنیم یک میز و یا یک چوکی مثلا 4 تا پایه داره. اگر یک پایش از بین بره دیگه اون میز دیگه یعنی دیگه سالم نیست. درسته یک سری مشکلات رو به وجود میاره، مجبور است یک چند چیز بانی که همسر شود نسبت به 3 پایه دیگه خود سر میز بگذاری، بازم مالت لرزان داره. خب مشکلات زیاد است. بله، پس زندگی همی تقریبا میتونم بگیم که معیار انتخاب همسر 4 ستون و یا 4 پایه داره که ما باید همیشه در زندگی خود مد نظر بگیریم. اولین چیزی که از اخلاقیات هست، اخلاقیات واقعا خیلی زیاد مهم هست، خصوصا در زندگی آینده ما. من یک جمله‌ای که واقعا همیشه میخوانم خیلی جالب هست، میگه زمانی که ما میخوایم یک دختر یک پسر انتخاب بکنیم، در قدم اول وقتی که میخوایم انتخاب بکنیم ظاهرش است، یعنی مقبولیش است، چهرهش است، ولی وقتی میخوایم طلاق بدیم به خاطر چیش است؟ به خاطر اخلاقش است که نتونستیم بسازیم. در زندگی اخلاقیات خصوصا خیلی مهم هست. یعنی هر چیز اول ما اخلاقیات باشه. معیار اول ما اخلاقیات هست. هر چیزی اخلاقیات خاص خودم میخواد. مثلا یک نانوا اخلاقیات
ظرفیت خاص خودم میخواد، مثلا وزن خمیره کم نکنه، مثلا اما بهداشت رعایت بکنه، یا مثلا با یک مشترک می درست برخورد بکنه. ازدواج هم همان گونه هست، یک سری اخلاقیات خاص خود داره. در قدم اول تعهد و وفاداری هست، خیلی زیاد مهم هست که مثلا ما نسبت به خانواده خود تعهد دارم، وفاداری دارم. مثلا فرض بکن خصوصا که ازدواجی که مدرن شده، پسر خودش انتخاب میکنه، دختر خودش انتخاب میکنه، ببینه که آیا یک دختر مثلا یا یک پسر پای انتخاب خود میمونه. شما اکثریت پسرا رو که ببینید صرفا به خاطر یک مثلا اینکه وقت گذرانی کنن، یک دختر انتخاب میکنه، برای یک مدت دوباره چیکار میکنن؟ از پای انتخاب خود میگذره، عبور میکنه. پس ببینه که آیا این مثلا واقعا این تعهد داره نسبت به من، از کجا بفهم؟ شاید اصلا دختر نفهمه. من سوال این از در ذهن خلق چه قسم آدم شخصی که متحد با زندگی مشترک و متحد با یک زندگی خوب است بشناسد. خب ما نسبت به خانواده شان میسنجیم. آیا مثلا فرض بکنن وقتی ما یک سری خواسته های در زندگی خود داریم، دوست داریم که را داشته باشیم، مثلا یک پسر یک خواسته داره، حاضر که با او خواسته خود برسه، ولی مثلا این که مثلا پدر و مادرش چقدر اذیت میشه به این اهمیتی قائل نمیشه. و یا مثلا یک پسری ببینه که آیا یک دوستی داره که حداقل 10 سال دوام کرده، حداقل 5 سال دوام کرده. چون که نمی دوستی هایی که دوام دار باشن چی رو نشان میدن؟ تعهد نشان میدن، وفاداری رو نشان میدن. ما میایم از گذشته از این میبینیم، خانوادهش میسنجیم چقدر نسبت به خانواده خود تعهد داشته و چقدر نسبت به امی دوستان خود تعهد داشته. و دومین چیزی که اخلاقیات خیلی زیاد مهم است، احساس مسئولیت هست. ببینیم مثلا آیا مثلا یک دختر که میخواد ازدواج بکنه نقش خود به عنوان یک همسر در خانواده میدونه، و یا یک پسری که میخواد ازدواج بکنه نقش خود من حیث یک پسر یا یک شوهر یا یک مرد در خانواده میدونه، این از کجا باید بدونیم؟ باز ما میایم چیکار میکنیم؟ خانواده‌شو میسنجیم. مثلا آیا مثلا یک دختر حداقل در خانواده خود احساس مسئولیت میکنه، مثلا نسبت به پدر و مادر خود احساس مسئولیت میکنه، و یا یک پسر نسبت به مثلا خانواده خود احساس مسئولیت کرده، مثلا یک وظیفه داشته، یک کاری داشته، یک مثلا یک نقشی را که اجرا کرده، تونست یک مثلا مورا احساس مسئولیت بکنه در قبالش. و سومین چیزی که خیلی مهم هست، رازداری هست. مثلا شما ببینید که شاید اکثریت مثلا خصوصا در زندگی زن و شوهر که اکثر مشکلاتی که به وجود میآیه، میبینید خیلی از رازهای دل خود را چیکار میکنه؟ با هر کسی در میان میگذاره. مثلا حتی پدر، حتی مادر خود. ما حق نداریم که در زندگی که زن و شوهر یک سری مشکلاتی که به وجود میآیه، حق نداریم که بریم به طرف مقابل بگیم، حق نداریم مثلا با هر کسی بشینیم صحبت بکنیم. چرا؟ چون که احساس میکنیم وقتی که ما اون مشکلات خود را صحبت میکنیم یک کمک سبک میشیم. چرا مثلا ما باید رازدار باشیم در قسمت مشکلات زندگی خود، خصوصا زن و شوهرها؟ به خاطر اینکه مثلا فرض بکنم ما وقتی که یک مشکل داشته باشم اینو به پدر و مادر خود میگم، مشکل حل نمیشه. هنوز مشکل چی میشه؟ بزرگتر میشه. مشکلات هنوز منتشر میشه و باعث میشه که این مشکلات ما حل نشه. چرا؟ چون مثلا یک زمانی درست است وقتی که میبینی که یک مشکل در زندگی ما با وجود بیه، میتونه با یک فرد قابل اعتماد، با یک مشاوری، با یک روانشناسی این مشکل باید حل بکنیم. در غیر اصورت ما هیچ وقت حق نداریم که مسائل زن و شوهری خود به هم دیگه یا به کسی دیگه انتقال بدیم. و چهارمین چیزی که خیلی زیاد مهم است، تواضع و احترام هست. شما اکثریت مشکلاتی که مثلا خصوصا در خانواده و خصوصا دختر خانم هایی که ازدواج کردن، بعد میان حالا یک پسر انتخاب کردن، بعد میان داستان خواستگارای خود اینجا میگن، مگر من فلانی را اگه میگرفتم خوشبخت‌تر میشدم، من اینقدر مثلا من خواستگار داشتم. چرا؟ چون که همیشه بر از اون میخوای نشان بده که من از تو کده سرتر هستم، من از تو کده بالاتر هستم، یعنی من از تو کده چی هستم؟ پیش هستم. اگر در یک زندگی که واقعا مرد از این طرف بگه که من پیش هستم، زن از اینجا بگه که من پیش هستم، من از تو کده سرتر هستم، این زندگی باعث میشه که زندگی چی باشه؟ بازنده باشه. ما یعنی باید نسبت به همدیگر، نسبت به خانواده همدیگر، نسبت به اقوام همدیگر، نسبت به مثلا اعضای خانواده همدیگر چیکار داشته باشیم؟ یک احترام، یک تواضع داشته باشیم نسبت حتی به همدیگر داشته باشیم. پس ستون اول ما ستون چی است؟ اخلاقیات است که ما مثلا حداقل اخلاقیات ده زندگی نه. مشترک خود مد نظر داشته باشیم. خب بیننده روی خط هستن، به امید از اینکه صحبت های خانم مدوی رو شما شنیده باشین، اخلاقیات خیلی مهم است. بله بفرمایید. سلام به شما، وقت زیبایتان بخیر. بیننده محترم آواز مار داری؟ بله. سلام علیکم. سلام علیکم. چی الاحوال؟ خیر خطیز شلا؟ تشکر، زنده باشین. بفرمایید پرسش شما. سید امام هستم. در مورد امه چی کار داشتم؟ از خاطر امه دکتر یکم سوالات داشتم. بفرمایید. امه نقش مهم زندگی که هست، من مدت است که کد خانم زندگی میکنم. خب. و ازشون خوش هستم در مورد که با صداقت هستم، با صداقت کاری میکنن. اما یک مشکلی که هست یکمه که بد اخلاق هستم. منظورتان از بد اخلاق بودن چی هست؟ میشه
تعریف شما از بد اخلاق داریم بیان کنینش؟ اگر نیش روی خوب که اشتکانه میکنه یک مشکلات ایجاد میشه در زندگی نمیزه خاطر گفتم یک تماس کنیم از دکتر صاحب که میرد یک اشاره بر ما یک کمک کنه که شده کم در زندگی موفقیت بده. یعنی شما احساس میکنید که فقط خانمتان مشکل داره، خانمتان بد اخلاق است و شما در این قسمت مشکلی ندارین؟ بله. یعنی شما نسبت رفتارتان با خانمتون شما چه رفتار شما با خانمتون چگونه هست؟ من خودم شخصا مشکل ندارم، مشکلی نمیست که یک کدوشتکا یک برخورد نامناسب بکنه. کدوشتکا نمونه باز روحیشان ضعیف میشه در مورد درس خواندن یا چی، این به خاطر یک مشوره از دکتر صاحب بگیرم که چی هدایت میدن. بسیار خوب، برتن مشوره میدن. تشکر از تماستون، وقت خوش، خدا نگهدار. سر بلند باشین، خدا حافظ. شما هم چه. خب بعضی از خانم‌ها هستن متاسفانه وقتی که کودکار در خانه درس میتن یک سیلی یک دوای نسازا گفتن و همچنان بعضی وقت آقال مقال میکنن چیغ و ویلا. بعضی از خانم ها متاسفانه بگیم این واقعیت انکار ناپذیر است که داریم ما همچون خانم ها رو و این برادر ما بزن بخواد این رفتار خانم ها رو بد اخلاقیشان، البته بد اخلاقی در امور خانه تلقی کردن، هر کس تعریفی از اخلاق داره ولی از خانم مدهی میپرسیم واقعا یک نوع بد اخلاقی از در زندگی مشترک یا خیلی چی؟ بله خب واقعا یک سری که در افغانستان واقعا این مشکلات ها واقعا هست. یعنی شما ببینید که اکثر نه تنها خانم های خانه، مرد های خانه هم هستن که از لحاظ روحی و روانی خودشان واقعا دچار مشکل هستن. بعد یعنی من اکثر اوقات میگم که ما بیایم خودمون از لحاظ روانی آرام بکنیم، از لحاظ روحی آرام بکنیم، بعد بیایم دنبال ازی باشیم که یک طفل را هم توسط بیاریم به دنیا بیاریم. یعنی قبل از این ما مثلا ما بارها و بارها گفتم که ما برای هر کار یک سری برنامه‌ریزی داریم. مثلا برای یک مهمانی خیلی مثلا کوچک باشه چقدر ما برنامه می‌ریزیم، چقدر ما آمادگی ها رو می‌گیریم، ولی وقتی که ما می‌خوایم یک طفلی که به دنیا بیاید چقدر آمادگی می‌گیریم. یا مثلا خیلی اکثرت مثلا خانواده رو می‌گیم که حداقل یک کتاب بخون، میگن خب ما کتاب بخونیم سواد نداریم. یعنی خیلی از سی دی های آموزشی هستن واقعا که اگر ما در بازار بریم بگردیم، اگر بخوایم که دنبال از این باشیم که طفل خود را به صورت درست تربیت بکنیم، به صورت سالم تربیت بکنیم، اگر ما دنبال از این باشیم راه های خیلی زیادی وجود داره. مثلا می برنامه آموزشی که از طریق تلویزیون ها پخش میشه میتونه باشه. در قدم اول خب ما از خانم ها که مثلا واقعا با طفلای خود بد رفتاری میکنن، طفلای خود را میزنن، طفلای خود را زیاد سرزنش میکنن، تحقیر میکنن، خواهشی که ما داریم کوشش بکنن با طفلای خود یک سری درست رفتار بکنن. خیلی از مادرها هستن در خوردی در طفولیت مثلا طفلشان که 3 ساله باشه 2 ساله باشن میزنن، میگن چرا؟ چون که نمیفهمه، بعد همینطوری بزرگ میشه. بعد وقتی که مثلا طفلشان به مرحله نوجوانی میرسن میبینی که اصلا اعتماد به نفسی ندارن، عزت نفسی ندارن، جرأتی ندارن. بعد اونجا مادر میگه که من طفل فلانی رو دیدم، بچه فلانی دیدم چقدر قشنگ صحبت میکرد، چقدر با جرأت بود، حالا چرا بچه من نیستن؟ اگر بیاین واقعا ببینن که با طفل خود چی مثلا در زمان کودکی بوده، چه زمان حال بوده، چگونه شما رفتار کردین. وقتی که شما رفتار درست با طفلتان نداشتین، وقتی که مثلا شیوه های فرزند پروریتون همراه اینا درست نبوده، چطور انتظار دارین که طفلتان به صورت درست تربیت شود؟ چطور انتظار دارین که طفلتان یک جرأت خاصی داشته باشه یا مثلا به صورت سالم رشد بکنه؟ پس خواهشی که ما دارم، چه مرد خانواده هستین، من حیث یک پدر، چه خانم خانواده هستین، حالا بعضی ما فقط خانم ها نیستن که ناراحت شون، چرا؟ چون خیلی از خانم هایی هستن که واقعا دلسوز هستن، واقعا دوست دارن که با فرزندان خوب داشته باشن، کوشش بکنن که با خانم و طفل خود مثلا یک رفتار درست داشته باشن. اکثر مثلا خانواده هستن که میگن خب وقتی که من کار نادرست طفل خودم میبینم اصلا نمیتونم خودم کنترل بکنم، عصبانی میشم. من میگم وقتی که شما وقتی طفلتان یک کار زشت رو انجام میدن، یک اشتباهی میکنن، یک مثلا میکنن، همیشه نباید با کار از اون دقت بکنین، ببینید به طرف سن از او ببینید، به طرف خرد بودن از او ببینید. وقتی ببینید که اصلا یک خرد است، ناتوان هست، اشتباه میکنه، باعث میشه که از لحاظ روانی خودتون یک کمی که آرام‌تر باشین و باشه که با او یکقدر بد رفتاری نکنید. بله تشکر، با امید از اینکه برادر ما هم با خانم خود کمی صحبت کنن، وارد صحبت شون و برشان موضوع و مشکلی که دارن حل کنن و به این ترتیب مشکل زندگیشان حل شد. پیام های زیاد دریافت کردیم. آقای نجیب نجیبی کنن سلام و درود حضور شما و مهمان عزیز شما، جهان سپاس و تشکر از برنامه زیبا و مفیدتان. تشکر از شما هم. حاجی محیب الله هم یک پیام گذاشتن که فقط خواندن از حروف خودشان نیدن بس. بیننده بعدی ما علی جان هستن که تشکر عزیزان از برنامه تان، زنده باشین. آقای اکمی هم سلام تقدیم کردن. آقای
البته فاطمه جان نوری هم گفتن چقدر حرف بجا واقعا خوشم آمد. بسیار آدم ها هستن پیش از پیدا کردن سرپناه حتی جستجو پیدا کردن اولاد میشن به جستجو پیدا کردن اولاد میشن. آقای امیری هم در برنامه ما سلام تقدیم کرده که تشکر میکنم. پیام های زیاد در برنامه امروز دریافت کردیم که متاسفانه نتونستیم همه ایشان پاسخ بدیم و بازم سپاسگزار هستیم از کسانی که همیشه مخاطب ما از طریق صفحه مجازی فیسبوک و برنامه رمز زندگی هستن. باز هم ما کوشش میکنیم برنامه های بهتر خوبتر در این زمینه داشته باشیم و به عنوان جنبندی از خانم مدنی میشنویم و پس از آن این بخش تمام میکنیم تا فردا. البته شاید خیلی علاقمند بودن بله. در مورد میه‌های انتخاب همسر من تو فقط تیتروار میگم دقیقا. چون وقت کم است که در قسمت اول اخلاقیات بود بله. قسمت دوم عشق و علاقه بود که خیلی زیاد مهم بود که در این قسمت میخواستیم صحبت کنیم نشد و سومین چیزی که خیلی مهم است کار و اقتصاد هست یعنی بله. منظور از کار اقتصاد به این معنی نیست که مثلا بچه پولدار باشه یا مثلا خیلی از دخترها خواهان از هستن که پسر پولدار باشن نه مهم این است که آیا مثلا پسر عرضه پول در آوردن داره آیا مثلا عرضه پس انداز کردن داره پیسی خود چگونه مصرف می‌رسونه و چهارمین چیزی که خیلی مهم هست که در افغانستان البته صحبت نمیشه ایرا مثلا خیلی یک چیز بد میدانن یک چیز زشت میدانن ترجیحات جنسی هست چرا چون که اکثریتی که امروز مثلا طلاق ها زوجایی که به طلاق منجر میشن باعث میشن که ترجیحات جنسی همدیگر رو نمیدانن یعنی مثلا زن و مردی که از لحاظ جنسی در شب ارضا نمیشن باعث میشن که اینا تبدیل به چی شوه یک سری رفتارهای نادرست در روز شون همین غر زدن ها مثلا سرزنش کردن ها تاخیر کردن ها باعث میشه که اون نیازهای عاطفیشون در شب برآورده نشه و این تبدیل به رفتارهای نادرست شه پس این چهار ستون اساسی ازدواج و یا انتخاب همسر هست که ان شاء الله ما در برنامه‌های بعدی مفصل صحبت می‌کنیم که چگونه مثلا این را انتخاب بکنم و چه معیارهای مد نظر داشته باشم. تشکر زنده باشین و چند پیام دیگه هم دریافت کردیم. سید نوید جان هم گفتن سلام خدمت شما تشکر زنده باشین. آقای اسدالله مرادی گفتن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسدالله مرادی هستم از ولایت تخار. 4 سال میشد که من نامزد هستم تا به امروز با من ارتباط خوبی در پایین داشت. الان همه چیز حاضر است. میخوام عروسی را داشته باشن عروسی ایدال داشته باشن و گفتم میگم مرا ایلاغ کن امروز هم باشد فردا هم باشد در این مورد نمیتونم با شما در این رابطه نمبر یا البته خواستن نمبری از برنامه در خواستن شما میتونید با شماره 0115515 زنگ بزنید حتما براتون شماره را شماره سن نظر برنامه ما را میتونید و شما میتونید با اوشان صحبت کنید بیننده بعدی ما هم تانیا جان گفتن سلام عرض ادب خدمت هر دو شما تشکر زنده باشین بیننده بعدی ما گفتن سلام خالد هستم از آلمان تشکر از برنامه کردن سپاسگزار هستم خالد جان از شما هم بیننده بعدی ما هم گفتن سلام من هم از ترکیه به شما سلام میگم یونس جان هستن زنده باشین و بیننده بعدی ما هم گفتن دقیقاً خانم دکتر تشکر زنده باشین لطف شما از اینکه پیام فرستادین محبت کردین این بود رمز زندگی امروز تا فردا ان شاء الله که باز هم با شما خواهد بودیم همه تان به خداوند پاک میسپارم آرزو میکنم زندگیتان همه رمز و رموزش به دلتان باشد و هیچ گاهی دور از انتظارتان نباشد تا برنامه فردا خدا نگهدار.